به نام خدا و سلام بر شما به فراخبر خوش آمده در این برنامه. شمارش معکوس برای آغاز موج دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان. چرا به مهری اسلام آباد در برابر مهاجران افغان پایان نمی‌یابد؟ با آنکه اخراج اجباری مهاجران افغان از سوی پاکستان با خشم کابل و با کنش بسیار از کشورها و نهادهای بین المللی به همراه شد، اما این کشور به در نظر داشت این اکثر عملها بار دیگر با راه اندازی کارزار جدید از طریق بلندگوها برای مهاجران افغان هشدار می‌دهد که هرچه زودتر این کشور را ترک کنند. چرا پاکستان آستین بلند کرده که آخرین فشار را بر مهاجران افغان وارد کند؟ این کشور با اجرای کردن این تصمیم چه پیامی به کابل می‌دهد؟ و در نهایت آیا روابط کابل و اسلام آباد بدتر می‌شود؟ اینها و بیشتر در فراخبر. من شمس امانی هستم و مهمانان فراخبر آقایان سنگر امیرزاده آگاه مسائل سیاسی و احمد سعیدی دیپلمات پیشین در پاکستان هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین. و بحث آقای امیرزاده، چرا فشار پی فشار به جای اینکه عقب نشینی میکرد پاکستان، با اون که میدانیم چون واکنش ها بسیار زیاد بود در مورد تصمیمی که پاکستان برای اخراج مهاجران افغان گرفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما هم بینندگان عزیز و جناب سعیدی صاحب، خوش آمدین به برنامه. من فکر میکنم که ای یک بازی متفاوت پاکستان است که آغاز شده و ادامه پیدا میکنه، و از وقت آغاز شد که عمران خان از سمت نخست وزیر برکنار شد و توافق فوج امرای صدر اعظم موقتی بود که باید شما می پالیسی را ادامه بدین. این پالیسی نظامی است و این پالیسی مربوط به نظر من مربوط به حکومت ملکی پاکستان نمیشه. مسئله دیگه که بسیار مهم بودی که در حاکمان اصلی پاکستان یک حکومت را میخواستن که می پالیسی باید ادامه پیدا بکنه و اما حکومت دوباره به یک حکومت ضعیف و ائتلافی وارد کار شدن. بله. مسئله دیگه که بسیار مهم است، اینا ادعا میکنن که زمین افغانهایی که در دو طرف، یعنی در پاکستان و در دو طرف خط فرضی دیوران، یعنی در پیش خیبر پختونخوا زندگی میکنن، اینا در مناطق در موضوعات نامنی پاکستان دست دارن. یک بهتان است، یک حرف جنایتکاران است، به دلیلی که خوب میفهمن که افغان ها اونجا کار میکنن و روزگار دارن و یک اینا در شرایطی که از این مهاجرین افغان برشان به حیث یک گوشیری استفاده میکردن و و و و از جامعه بینلی، از نهادهای مختلف دنیا پول کمایی میکردن و امروز ممکنی پول یک تعدادش قطع شده باشه. اما بس کلی است که ما در یک شکل از اشکال اینجا ما با یک حکومت که او رسمیت بینلی نداره نمیتونه صداش بسیار انعکاس پیدا کنه. بله. و این یک مشکل است و از این مسئله پاکستانی ها بسیار زیاد استفاده میکن و برداشت ما است که امارات بسیار زیر فشار قرار میتن که تا به مو بعض خواستایی که مور نمیفهم که خواسته بسیار استخباراتی و امنیتی شاید باشه که به او باید تن بده. بحث تی تی پی بسیار مهم است. بحث تی تی پی که وقتی که ادعا میشه که مثلا پاکستان یک فوج بسیار یعنی ششمین قدرت نظامی در دنیا سلاح از فوج و از این قبیل گپا، پس چطور نمیتونیم این خط فرضی دیورند حداقل کسایی که دشمنانش از سلاح حمله میکنه استفاده حفظ بکنه و حداقل بالاشان عملیات انجام بده و عملیات موفق انجام بده. من یک مسئله که بسیار عرض کنم در قسمت بعض از قسمت های وزیرستان شمالی، وزیرستان جنوبی با کیلومتر بیشتر از 100 کیلومتر در مناطق مختلف تی تی پی عملیات داره. او مربوط به افغانستان نمیشه، یعنی به این معنا که اونجا یک بستر مساعد است و باید پاکستان و نظامیان پاکستان باید مسئولیت خود داره. ولی مهاجران مگر قربانی تی تی پی میشن؟ خب امی یک بهانه است. مسئله دیگه که خوال یک ظلم است، یک ظلم بسیار آشکار است و میفهمید که نهادهای مختلف به ملی رد کردن و حداقل از پاکستان خواستن که این یک تصمیم بسیار خلاف موازین به ملی است و ای را باید به ترتیب اجرا نکنه. مسئله دیگه که بسیار مهم است، ما باید بالاخره با یک مشکل مواجه هستیم، اما افغان ها چون یک مشکل بسیار ملی است، علاوه بر اینکه هر کسی با طالب مشکل دارن در کار خودشان است، اما بحثی است که امی افغان ها
از این وطن هستند باید بر بگردن، اما ما باید تلاش کنیم که توسط امولابی های افغان ها در کشورهای مختلف به شمول حکومت و به شمول کسایی که به شمول کرزی صاحب، دکتر صاحب عبدالله، دکتر صاحب غنی و کسایی که در سیاسون قبلی افغانستان بودن، اینا هم به شکل از اشکال با دنیا تماس دارن، با کشورهای منطقه تماس، با پاکستان تماس دارن. ما باید تلاش کنیم یک مسئله ملی را باید سیاسی بیشتر نسازیم، به اساس که یک مشکل بسیار کلان است و مردم ما شما اینجا میاد، من به صدها خانواده را میشناسم که حداقل اینجا آمدن نان خوردن خو ندارن. وقتی که شما ببین همه زندگیتون یک دفعه یادس بتین و یک تغییر بنیادی که هیچ آمادگی نباشه، به اساس امخراج مهاجران باید بر اساس یک تقسیم اوقات کاری انجام شود، یک توافق انجام شود. این مسئله میخوایم بحث داشته باشیم، اما در کل یک ظلم است و یک مسئله است که پاکستان میخواهد که من نفهمم که چی موضوع اینا دنبال میکنن، اما مواردی که باید از طریق گفتگو حل شوه، به 2 میلیون افغان کن یا 200 میلیون پاکستانی زندگی میکنن، 2 میلیون افغان مال نمیشه که زندگی کنن. بسیار تشکر، سپاسگزارم. آقای سعیدی، حکومت تازه روی کار آمده در پاکستان همان راهی را ادامه داد که انوارالحق کاکر به پیش گرفته بود، اخراج مهاجران افغان و اتهام های پیوست در مورد حضور تی تی پی در افغانستان و استفاده شدن خاک افغانستان علیه پاکستان. فکر میکنین که چرا در این مسیر رفت پاکستان؟ درم آقای امانی، خدمت شما مهمان بسیار گرامی شما و شنونده ها بیننده ها سلام عرض ادب دارم. وعلیکم سلام. من امروز میخوام با شما یکی بحث کنم که آیا پاکستان حق داره که مهاجرین بیرون کنه یا نه، و اهدافی که میخواد بیرون کنه چیست، چی دنبالش است. بله. اول انواع مهاجر. ما در دنیا امروز مهاجرین اقتصادی، مهاجرین سیاسی، مهاجرین فرهنگی، مهاجرین اجتماعی، مهاجرین طبیعی داریم. مهاجرین افغان هم یکی یا دو یزید قباش هستند. اما به طابق ماده هایی را که من به خدمت شما همین لحظه عرض میکنم، پاکستان به هیچ صورت، تکرار میکنم، به هیچ صورت حق نداره مهاجرین افغانستان به اجبار بیرون کنه. تکرار میکنم. یک، منشور سازمان ملل متحد مصوبه 1945 در ماده 1 و 2، اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی مصوبه 1966، میثاق بین المللی حقوق مدنی 1966، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض 1965، کنوانسیون منع شکنجه 1984. بالاخره از سوی دیگر کنوانسیون 1951، ماده 31 و بالاخره تا ایلا ماده 33 که تشریح کرده که مهاجرین به هر نامی، به هر مسلکی، به هر شیوهی که به یک کشور رفته باشه، هیچ کشوری، هیچ حکومتی حقی مجبور کردنش به اخراج ندارن. هر حکومتی که این رو میکنه خلاف یوزو عمل میکنه. چرانچی در اعلامیه حقوق بشر در ماده 14 که در کنوانسیون اسلامی هم فیصله شده، کشورهای اسلامی این عمل را غیر عمل اجباری را غیر اسلامی میدارن. بران اون چی را که پاکستان انجام میده خلاف تمام کنوانسیون های بین المللی است که من ذکر کردم. یک، درست. پاکستان چرا این کار را میکنه؟ چرا؟ پاکستان همیشه از مهاجرین افغان استفاده کرده، کمک های ملل متحد جلب کرده، در سطح بین المللی همیشه مطرح کرده که ما مهاجرین نگاه کنیم. میخواه از این مهاجرین حالا میخواه استفاده سیاسی کنه، استفاده اقتصادی کنه، و از سوی دیگر مشکلی که با طالبان افغانستان داره به خاطر تی تی پی یا طالبان پاکستان میخواه فشار وارد کنه. ظلمی را که پاکستان بر مهاجرین افغان میکنه نه انسانی است، نه اسلامی است، نه بشری است. اما ما من حیث افغان ها اگر با حکومت موجود خوش هستیم یا خفه هستیم او حساب علیه داره. من سر از امروز شخصا به خاطر دفاع از مهاجرین که دفتر سازمان ملل متحد در ژنو بسیار به من نزدیک است، سر از امروز مراجعه میکنم و انشالله تلاش میکنیم که این عمل پاکستان حداقل اگر 100% خونسا کرده نتونیم 50% خونسا میکنیم. عمل پاکستان خلاف اسلامی، انسانی و بشری است و به طابق منشور ملل متحد
این حرکتش هیچ موردی پذیرش نیست. بسیار تشکر، سپاسگزارم آقای امیرزاده. مردم افغانستان با مردم پاکستان اشتراکات زیاد داره، ولی روابط میان کابل و اسلام آباد در زمانهای مختلف پهلوهای خاص خودش را داشته، گاهی بسیار متشنج شده، گاهی هم بسیار عادی بوده، ولی برای کار آمدن امارت اسلامی و پس از کنارگیری برکنار شدن عمران خان روابط کابل و اسلام آباد به شدت تیره شد. تصامی میره پاکستان گرفت که به گفته آقای سعیدی خلاف تمامی نرم های بین المللی است. حالا فکر میکنین با این کاری که پاکستان انجام داده، آیا بروی همه لایه های دوستی میان کابل و اسلام آباد آب میریزه این کشور؟ ببینید، اصلا بحث عمران خان تنها نیست. عمران خان هم کدام دوستی خاصی با ما نداشتند. شما اگر به حکومت قبلی مراجعه بکنیم، ما شما عمران خان حاکم بود در پاکستان، ولی ما مشکلات زیاد داشتیم با پاکستانیا. بحثی است که ما میخواییم، ما یک مشکل تاریخی به کشور داریم، اما بالاخره همسایه هستیم و ما باید به بعض موارد باید روی موضوعات، تمام موضوعات حقوقی و سیاسی مرتبط با دو کشور باید بحث داشته باشیم، اما این راهش فشار نیست. بحث دیگه است که پاکستان خب با کدام، بالاخره با کدام حکومت میخواهد جور بیاید؟ با طالب جور نامد، با جمهوریت اینا مشکل داشتن، با داوود خان نام مشکل داشتن. همه تقصیر ما نداریم. اگر یک تا دو سال بحث میکنید که همه مشکل مسئله دیورند است، اگر دیورند شما در یک ظرف برشان بسیار محترمانه تحویل بتین، پاکستان مشکل داره. با ببینید مسئله آب است، مسئله ترانزیت است، موضوعات حتی میخواهی که سیاست خارجی تا به یک شکل از اشکال در معاشرا با اونا انجام بدین. من میگم که اولا و هر چقدر که شما با اینا دوستی داشته باشین، حتی بگویم اجیر باشین امراشان، این تو یک چیز را کسی امراشان نمیپذیره. به یه ساز وقتی که من فکر میکنم که بسیاری خواستا ممکن بر امارت رسیده باشه، بر رهبری طالبان رسیده باشه، بر رهبری حکومت فعلی رسیده باشه، خب اینا هم خسته شدن که چی میکنه بالاخره حرکت ما. بحث کلی است که بهانه تی تی پی است. مگه تی تی پی خمرو ساخته نشده؟ ما میگیم که این تی تی پی هم شما در ساختنش بسیار نقش بسیار فعال داشتین. حالا خودتان بین یک چطور میتونه مشکل حل کنه؟ اگه مشکل بسیار منطقی و از اون قسمت است، خب باید یک راهش گفتگو است. بفرما خیر که افراد گپ بزن، ممکن به نتیجه برسی. خب اگر میخوای عملیات کنی، خب بس عملیات بکو، را بند کو، چیزی که از دوست پوراست انجام بده. خب حالا من یک چیز برمیگردم، ما افغان ها، ما باید یک چیزا رو باید به افراد، به گروه ها، به حکومت، بر هر کسی که در حاکمیت است رب نتیم، به خاطر اینکه یک مشکل بسیار کلان است و یک موضوع بسیار باید داشته باشند که به صدها به ده ها هزار ده هفته از ایران هم مهاجرین اخراج میشن، ولی کسی صدای اونها رو بلند نمیکنه. ما کسار اطلاع دارم که وقتی که خانواده و دختر و فرزندش در دو طرف مانده و ایره بیرون کشیده، آمده در هرات ماها خوابیده. یعنی ما هر طرف مشکل داریم. یک کمی چون مسئله پاکستان بسیار زیاد، چون حیثیتی شده ظاهره و نه اینه به اخراج میلیونی دست میزنه، یک مسئله است که انجام میشه. اما ما فکر میکنیم که باید افغانهایی که سیدی صاحب بسیار خوب فرمودن، افغانهایی که بیرون از کشور هستن، ما که هر مشکل بین خود داریم و بجاش، اما مسئله است که ما باید به خاطر هموطنان ما باید تلاش کنیم که تمام ارزش های بین‌المللی را پاکستانی ها زیر سوال بردن. ما از پاکستانی هم خواهش دارم که ما شما با هم یک مردم هستیم، حتی یک فرهنگ هستیم، در یک منطقه زندگی میکنیم، بخوایم نخوایم این کشورها از یک کوچ کرده نمیتونه. ما باز هم باید زندگی مشترک داشته باشیم. این به این ترتیب این نادرست تشکر. است. ببخشید امانیسه، ما پیشنهاد میکنم که اگر پاکستانی ها به دست میزنن، طبعا ما باید مسئولیت خود انجام بدیم. تمام سیاسیون قبلی و فعلی ما باید از راه های مختلف باید فشار وارد بکنیم و هم به جامعه بین‌المللی تماس بگیریم که باید از طریق ادارات مختلف باید با مهاجرینی که اخراج میشن و این کار اینا انجام میتن، اگر کدام قسم ممکنه کمتر بسازن، ولی باز هم اخراج خواهد کردن و ما باید آمادگی داشته باشیم. بسیار تشکر، سپاسگزارم آقای سعیدی. ما در آخرین گزارشی که داشتیم، هنوز هم مهاجرانی که در دور اول اخراج شدن از پاکستان هنوز به ولایت هایشان برنگشته، بسیار حتی در کمپ ها هستند همین اکنون. شکایتشان هم همی است که نهادهای بین المللی، مثلا IOM، اینها فعالیتی را که باید میکردن و مسئولیتی را که داشتن باید انجام میدادن ندادن. حتی در امو پاکستان میتونستن جلو همی کار را بگیره که نگرفتن. فکر میکنین در شرایط فعلی که تا 4 روز دیگه موج تازه شروع میشه از اخراج مهاجران افغان، اینها چی میتونه و چطور میشه که اینها را متوجه ساخت بکارشان؟
ببینید پاکستان اعمالی را که در مورد مهاجرین انجام میده و التماتومی را که داده، من تکرار کردم که خلاف تمام کنوانسیون های حقوقی بشری بین المللی است. حکومتی که خود را قانونمند میدانه میگه من به مطابق ملل متحد عضویت ملل متحد دارم، این حق را نداره. اما چرا پاکستان این کار را میکنه؟ چون میفهمه که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، طالبان در ملل متحد نماینده نداره، در ژنوا نماینده نداره، در کنفرانس اسلامی نداره، در کنوانسیون عدم انسلاخ نداره، در بالاخره در کشور در سازمان های بین المللی نداره، از خود را استفاده میکنه. پاکستان در افغانستان حکومت مزدور نوکر بیچاره دستشانده میخواهد. آیا همین مسئله تی تی پی را که پاکستان مطرح میکنه، این مسئله داخلی پاکستان است؟ خود پاکستان باید او را حل و فصل کنه. حکومت افغانستان هر کس که هست ما ضمانت نکردیم که ما این کار میکنیم. اما اون چی را که من تکرار میکنم، پاکستان اهداف دراز مدت را دنبال میکنه. از یک طرف میخواهیم حکومت طالبان پاکستان فشار وارد کنه یک بله. دوم میخواهیم از جامعه جهانی کمک دریافت کنه، پول بگیره، مانند دوره های گذشته که مجاهدین به کابل آمدن ازی استفاده کنه، سود ببره. سوم میخواهیم خود را به جهان مطرح کنه که من توان ازی دارم که اینقدر مهاجر نگاه کنم. این یک بازی سیاسی، یعنی اخراج مهاجرین یک سیاسی است. ولی این که سیاسی است، فشار است یا هر چی است، خب اینجا مهاجرین قربانی میشه. در همین تو یک وضعیت باید در کنار مهاجرین، همونطور که شما گفتین که میستین تلاش دارن میکنین، نهادهایی که واقعا مسئولیت داره، مثلا نهادهای از زیر چتر سازمان ملل کار میکنه، IOM، اینها چطور فکر میکنین کارشون به درستی پیش نمیبرن؟ مهاجرین شکایتشانی است که حتی نمیبینم و پرونده های مهاجران کسانی که در پاکستان هستند و مراجعه میکنن. من تکرار میکنم، سیاسیون افغانستان که در خارج کشور هستند، در داخل کشور هستند، همه به خاطر مظلومیت، به خاطر حق و عدالت، به خاطر مهاجرین افغان، چی در ایران چی در پاکستان، هر دو تا با مشکل مواجه هستند. باید صدا خود بلند کنند، ثابت کنند که ما افغان هستیم، به قوم افغانستان هستیم. یک. دوم، چون سیاسیون افغانستان باید بدانند و بفهمند که اگر طالب امروز در ملل متحد جای می داشت، در کنفرانس اسلامی جای می داشت، در سازمان ژنوا جای می داشت، تمام صدا خود بالا کرد، ولی نمی تونه صدا خود بالا کنه چون تا هنوز به رسمیت شناخته نشده. ولی ما که افغانیم، ما که مسلمانیم، می تونیم حداقل صدا خود بلند کنیم، چرا نکنیم؟ من باز تکرار می کنم، به خاطر نیه که من بسیار بخوام خودنمایی کنم، ما دست به اقدام زدیم. پاکستان را از این شدت، از این که میگویم من 100 هزار و 200 هزار مهاجر خارج میکنم، مجبور است پاکستان که اندکی حد اقل عقب نشینی کنه. این که کسی خودش به رضا و رغبت خوبی علیه آمدیم. سازمان های جهانی را شما گفتید، بله. سازمان های جهانی هم یک اصطلاحی داره، بعض مردم هم ملل متحد میگن، میگه یک طفلی از پدر خود پرسان کرد که ملل متحد چی وظیفه داره؟ گفت هیچ، بچه‌م خانه های ما خراب میکنه و دیوازش به ما خیبه میده. ملل متحد هم همیشه در کارهای دنیا بعضی کارهای میکنه که خانه مردم خراب میکنه، با دیوازش برش خیمه میده. حالا ملل متحد باید پیش از پیش جیله و همچه وادش بگیره. به پاکستان ملل متحد گفته میتونه که برادر، همین مادهایی که من ذکر کردم، مطابق بیشتر به شما گفتم، مطابق 1951 بعد از ماده 31 تا 32 تو حق نداری مهاجر به اجبار بکشی. وقتی که تو این رو میکنی، تو خلاف ملل متحد عمل میکنی، تو خلاف مصوبه که تو امضا کردی عمل میکنی، تو خلاف کنوانسیون جهانی عمل میکنی. این رو حق داریم که ما به پاکستانی ها بگویم، ملل متحد بگویه، ولی ملل متحد باید، ما تقاضا میکنیم که انشاءالله این کار رو میکنیم، ملل متحد باید اعلامیه صادر نکنه، ملل متحد باید قطعنامه صادر کنه. ما مجبور میکنیم انشاءالله و یاری خدا ملل متحد که در این مورد قطعنامه صادر کنه. بسیار تشکر، سپاسگزارم آقای امیرزاده. هم حکومت پاکستان و همونطور که آقای سعیدی گفتن، نهادهای بین المللی بی‌مهری میکنه در برابر مهاجران افغان، و مهاجران افغان هم مجبور میشن. اینها هم ممکن است کسانی باشه که از نادرترین ها باشه، و از طرف دیگه وقتی به افغانستان میایه از ابتدا شروع میکنه. در یک چنین شرایطی مردم افغانستان چه مسئولیت داره؟ چطور میشه در کنار اینها بیسته؟ و همونطور که در موج اول گفتن پوشش خوب داده شد، یک بار دیگه به مهاجرانی که تازه برمیگرده و بیرون میشه در کنارشان بیسته و حداقل رسیدگی را انجام بده؟ ما باید چند کار انجام بدیم بسیار زودتر و حداقل اقدام شد. یک، تمام کسایی که دسترسی به منابع بین‌المللی داره، به خصوص به شورای امنیت داره،
چی بزرگای قبلی این مملکت است چی فعلی است باید مشارکن بخواد یک فشارات شو که ما باید قطعنامه تو شورای امنیت باید به تصویب برسه و از پاکستان خواسته شو که این مساله را توقف بده یا حداقل بحثات تقسیم اوقات کاری باید انجام شود. مسئله دیگه که ما باید بالاخره وطن ما اگر همین مهاجرین افغان بر کاش که در طول سالهای متمادی باید آیسته برمیگشتن و حداقل امروز کسایی که در چند سالهای گذشته برگشتن یک زندگی به خود سرپا کردن و باید هم به وطن اینا بر بگردن. حداقل ممکن امروز مشکل است اما آیسته جای خود پیدا میکنن، امروز فردا حتما از او کشور بیرون شدنی هستن و باید بیرون شوند. اما بحثی است که ما وقتی که شما 1,000,000 نفر در هر کشور 1,000,000 نفر یک دفعه شما در یک ماه یک دو ماه اخراج میکنین، این بسیار ظلم است، این جنایت است، این تمام مخالف تمام کنوانسیون بین‌المللی است. به اساس آمادگی برای هیچ کشور بسیار بزرگ بسیار مشکل است. ما مسئولیت داریم، اگر خانه داریم، اگر امکانات داریم، اگر جای استخدام کرده میتونیم، اگر توان یک کراچی خریدن برش داریم یا حداقل و یا اونا هم فکر شود که چطور جوانا و دخترایی که از مکتب ماندن خو اینجا خو مسئله مکتب پانتونا با مشکل مواجه است، حداقل هم فرزندان ذکور که است اینا باید دوباره به پانتونا باید جذب شون، به مکاتب باید جذب شون، حتی شاید تو به مشکل مواجه شون که اسناد خود با خود آورده نتونن. ما باید اگر برش باید بسنجیم. فکر میکنم که در دور اول امارات بسیار اقدامات خوب حداقل در مسئله ترانسپورتی موتورای اردو بود، مردم با مناطق مختلف انتقال میدادن. به اساس مسئله دیگه که کمک های بین‌المللی بسیار زیاد است اما متاسفانه به ما نمیرسه، به خاطر اینکه ما باید مشترکن، به خاطر اینکه ولا طالب خوشمون بره وطنت است، این وطن امروز است، دیروز از خود بود امروز کسی دیگه درست شد، فردا کسی دیگه می باشیم، وطن بالاخره ولی وطن مشترک است. ما باید وطن خود به خاطر که یک کسی را دوست داریم نداریم باید تو را پامال نکنیم. و من متاسف هستم بعضی دوستان حتی تصمیم پاکستان بسیار زیاد برش استقبال میکنن که فشار وارد شد. او برادر امی وطن از میت کسی نان نداره، بی عزت است، بی عفت است، ولی ما باید و اقدام بکنیم. اما یک مسئله است که وقتی که یک کسی میاد همه چیز برات اخراج میکنه میگه بیادر این کارو کو، اما تو مجبور میشی دیگه، باز چی میگه؟ میگه بیادر خر روان کو. ما مجبور هستیم بنداز توان خود، هر کسی که توان داره، حکومت که توان داره، ما دارم خودت داری، باید اونم قدر اجرات بکنیم. اما بالاخره یک این مشکل اگر یک سال باشه دو سال باشه حل شدنی است، یک خانواده بالاخره جای خود پیدا میکن. اما بسیار مشکل است شما 40 سال 20 سال در یک جای زندگی میکنین و اون بر اساس اینمی جنگ های داخلی و اینمی تصامی همی مداخله اینمی همسایه ها تشکر. مردم ما مهاجر شدن امروز وقتی که برشان چیز نمیرسه بالای مردم ما فشار وارد میکنن. اما ببخشین آخری پیشنهاد دارم که جمعی سازمان ملل، حکومت فعلی و و و و و پاکستان به توافق برسیم که حداقل به شکل سالانه یا ماهانه ما باید مشخص کنیم که نقدر مهاجر باید تا یک طرز العمل چند ساله باید بیرون شود، به یک امضا شود، مواد قبلی موجود داره. اگه به ترتیبی خب باز نامردی است، ناجوانی است و بالاخره ما دو همسایه هستیم، باز هم از این منطقه کوچ کردن نمیتونیم. اما این بدی و و و, و ممکن با از آدرس تی تی پی بیشتر باز تقویه نشه و نامنی پاکستان بیشتر نشه. ممنون شما، سپاسگزارم آقای سعیدی. خب این که در افغانستان در قدرت است بحثش جدا، ولی روابط کابل و اسلام آباد همواره بسیار مهم است به عنوان دو همسایه. اقدامی را که پاکستان در یک چنین روزهای در برابر مهاجران کرده در اوراق تاریخ، آیا یک لکه میتونه به عنوان یک لکه ثبت شود؟ پاکستان در مورد افغانستان همیشه جزی از مشکل بوده، همیشه ایواز سهولت برای مردم افغانستان مشکل آفرینی کرده، در صحنه سیاسی سود برده، در صحنه اقتصادی سود برده، در صحنه مادی و معنوی سود برده. بنابراین پاکستان ظلمی را که برای مردم افغانستان انجام میده روا میداره، گفتم نه انسانی است و نه اسلامی، لکه ننگ است بر تاریخ، بر روسیهای پاکستان، منیسی یک همسایه که خود را مسلمان میده. اما ما در افغانستان هم طوری که مهمان محترم شما گفتن آقای علیزاده، باید ما زیگزاگی سیاست نکنیم. در زمان انورالحق کاکر وزیر نخست وزیر موقت پاکستان یک تعداد مهاجرین ما را اونا بیرون کردن، ما آوردیم به تورخم جابجا کردیم، روزهای اول یک تعدادی رو ولایت هایش را رساندیم، بعدا همی را ساکت نگاه کردیم، نکردیم این را دوام بیتیم که به مهاجرین به ولایت های خود برسن، یعنی نکردیم که شکل ارگانیک و همه جانب حل کردیم. حال هم مشکل مهاجر درست است، بالاخره باید مهاجر به وطن خود بیاید، اما چرا؟ همین لحظه شما موج بیکاری را در افغانستان میبینید. قرار فرموده شما اگر 200 هزار 300 هزار مهاجر دیگه بیاید،
اینا هم در صف بیکارها یعنی داخل شوند، چقدر مردم بیکار میشن، نان از کجا شه، کار از کجا شه. یعنی ما نمیگیم که مهاجرین افغان نیه، طوری که دوستا گفتن باید یک خطبش یک تصمیقات تعیین شه که ما مهاجر ما سالی 10,000 5,000 2,000 با چی شرایط. و از طرف دیگر که معلومات بدارم مثلا دور اول که مهاجرین اخراج کردن یک طرف پس رفتن به پاکستان چون رای ترخم باز دیدن. یک بازی بسیار پیچیده ولی باید رای حل احساسی معامل حیث مردم افغانستان به این بازی پیدا کنه. سپاسگزارم آقای احمد سعیدی دیپلمات پیشینی در پاکستان و آقای سنگر امیرزاده آگاه مسائل سیاسی. از حضور هر دو مهمان گرامی از شما بیننده ها هم سپاسگزارم. پایان فراخبر، وقت بخیر.